مادرم همیشه میگفت به هر کی هر چی میدن از تو گهواره میدن. شاهین از بچگیش برای چیزایی که میخواست خودش میجنگید. حتی اون موقع که وضع مالیمون خیلی خوب بود. وقتی فهمیدم با هم فرار کردین خیلی جا خوردم. خیلی وقت بود چیزی رو از من پنهون نکرده بود. ولی شاهین به من گفته بود شما برامون پول فرستادین تا بتونیم بیایم پیشتون. یه روز قبل از اینکه بیاد ایران اومد بهم گفت قراره براش اتفاقای خوبی بیفته. گفت میخواد سورپرایزم کنه. گفت ممکنه اولش از کارش ناراحت بشم ولی خیلی زود عاشق انتخابش میشم. فکر کردم داره در مورد زمین و پول حرف میزنه. گفتم شاید خونه‌ای که از دست دادیم و میخواد دوباره بخره. نه خودش میدونست چه بلایی داره سرش میاد. من قرار نبود اینجوری بشه. ولی شاهین میخواست به هر قیمتی که شده بابای منو راضی کنه. حتی به خاطرش کارگاه سهرابم آتیش زد. سهراب که تنها پناهمون بود. تو این ماجرا سهراب بیشتر از این که برای من برادری کنه برای شاهین برادری کرد. حتی به خاطرش توی بابام وایساد. پشتشو خالی نکرد. اونم پشت کسی که پدرش عامل تمام بدبختیاش بود. با وجود اینا تو باورت میشه که سهراب بیگناهه؟ باورت میشه که از ان به شاهین نزده؟ بهت گفتن؟ گفتن وقتی رسیده به شاهین سرعتشو کم نکرده؟ چجوری وقتی اینا رو کنار هم میذاری بازم سهراب برات بیگناهه؟ بیگناهه چون باور دارم از جنس محلق هاست. باور دارم از جنس مادریه که اون همه سال توی زندان بود و وقتی آزاد شد فقط یه چیز خواست. بچه شو. محلقا با اون همه کینه که از بابای من داشت فقط میخواست سهراب رو پیدا کنه. میتونست به من آسیب بزنه، مامانم رو اذیت کنه، اما فقط میخواست سهراب رو پیدا کنه. آدم ها به این راحتی عوض نمیشن خاله هستی. سهراب هر چقدر هم که از شاهین کینه به دل داشته باشه اما نمیتونه قاتل شاهین باشه. خودتون خوب میدونین که اگه عاشق شاهین نبودم هیچ وقت باهاش فرار نمیکردم. مطمئن باشین اگه سهراب گناهکار بود خودم ازتون میخواستم که قصاصش کنیم. خیلی قبلتر از اونی که فکرشو کنی دل پسرم رو برده بودی. شده بودی پناه تنهاییاش. نجاتش داده بودی از اون همه غم و تنهایی. پسر من و شاهین منو نجات دادی. حتما خیلی دوستش داشتی که از این راه دور اونقدر هواشو داشتی. چیزاییه که تو خلوتش برای تو مینوشت. اگه با هم میومدید امریکا حتما خودش بهت نشونش میداد. من عشق تو به شاهین باور دارم. امروز شاهین رو تو نگاهت دیدم. میدونم تو هم به اندازه من عزادار شاهینی. اگه تو میگی سهراب بیگناهه حتما شاهین داره اینو به هم میگه. مطمئن باش کسی دیگه پیگیر این ماجرا نمیشه. نمیخوام یه نفر دیگه بیدلیل کشته بشه. یالا یالا سلام 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 آقا منصور
آقا مبارک، باورم نمیشه. من همیشه گفتم سر آدم بیگناه بالای دار میره ولی هیچ وقت پای دار نمیره. البته تا پای دار میره بالای دار نمیره. یعنی اون گوجه خودش هم نباشه از من ایراد بگیره، وکیلش از منو اصلاح کنه. خودش هم به زودی میاد ان شاء الله. آقای برجی کجاست؟ خواست مطمئن بشه من شما رو الکی نکشوندم اینجا. میخواست اول با وکیل هستی صحبت کنه. آرزو جون زحمت کشید، عجله کرد، به همتون گفت. مطمئنم با حرفایی که به مینو زده رضایت میده. به هر حال کارو خوبی کردید. همه اول اومدید اینجا. سلام. آقای برجی. همیشه شما خوش خبر بودید، این دفعه شد نوبت دختر ما. بله. تونستیم با وکیل هستی صحبت کنیم؟ در دسترس نبود. خیر انشالله. من فکر میکنم هستی به اندازه شاروخ سرسخت نیست. مطمئنم رضایت میده. من هنوزم باورم نمیشه. انگار تو ابرام. خدای واقعا شکرت. هاشم به بچه های کارگاه هم خبر بده. آه خوشت گفتی. کاش یکی به خود سهرابم بگه. آقای گرشی خبر میده. اجازه بدید اول ثبت قانونی بشه که خانم فاخته شکایت نداره. چشم. خب آخه این اصلا میش نگیم. جدی میگن یه ما خورده خوابیده ای دو ما دیگه بیشتر بمونه، حتی دقیقه زجر بکشه یکی. خدا نکنه. من خودم دو سال اون تو بودم، یعنی چه مردی اومدم بیرون. اون یه ما بیشتر بمونه چهار برابر من مرد میاد بیرون. نگران نباشی. همین الان از خوشحالی داشت گریت میگره. واسه اینکه هستی خانم بخشیده بودش داشتم خوشحالی میکردم. نمیدونستم از زندان قرار آزاد شه. زودن. عجب آدمی. فقط اجازه بدید لطفا ثبت قانونی بشه که پدر مادر شاهین اجازه دادن. بچش. مشکلی پیش اومده؟ مشکل که نه، ولی شاهرخ به شما گفته بود رضایت نده ولی هنوز با وکیلش در این مورد حرفی نزده. یعنی چی؟ یعنی اینکه بهتر خوشبین باشیم. هاشم جان، هر چیزی روال قانونی خودشو داره. اجازه بده اول ثبت بشه بعد کارو تموم شده فرض کنیم. خب اگه میخواست شاهرخ رضایت نده که از همون اول میگفت. خودش به منصور گفته که به خاطر جبران اون سالا میخواد رضایت بده. منظورشون اینه که هنوزم میتونه بازی در بیاره. چی شد؟ آرزو؟ میخواین یه ذره آب بیارم؟ میخوای برات آب بیارم؟ خوبی؟ چی شد؟ ببینین دوستا، من واقعا نمیخوام جلو شادیتونو بگیرم، فقط میگم یه ذره صبر کنین. شاید 1% نظرش عوض شه. آبجی چوب شور بده؟ تعارف نکردم. چوب شور میخوره. آها. خب اون وقت این ترکیب استوکیومتریش درست در میاد دوستا؟ آها باید تقسیم. متوجه شو. آقا خیلی مخلصی. ممنون. دستتون درد نکنه. مواظب خودتون باشه. چاکریم. خدافظ. آقا به نظرم جواب میده. خیلی عالی میشه اینجوری. هاشم نظرت چیه؟ هاشم حواستو جمع کن. منم موافقم، به نظرم خوبه. داداش اصلا شنیدی خانم مهندس چی گفت؟ آره، یعنی نه، همه شون نشیدم، به قسمتشو شنیدم. به نظر من که عالیه. خیلی خوب میشه. چی؟ همین چیزی که نصف نیمه شنید. میخواییم یه کاری کنیم کلا زودتر تولید بشن، البته با ابتکار خانم مهندس. خواهش میکنم با کمک شما. چجوری؟ همینو داشتم توضیح میدادم. الان قشنگ حواستو جمع کن. قراره جنس یکی از آلیاژا رو تغییر بدیم تا اینجوری وزن قطعه بیاد پایین. آه؟ وزن قطعه که بیاد پایین سرعت کار میره بالا. بله نکتشم. شما گفتی چی خوندی؟ من خودم مدیریت صنعتی خوندم، ولی این پیشنهاد یکی از همکلاسی‌های سابقمه که شیمی خونده. این پیشنهادو داد، منم به آقای دادخواه گفتم و الانم دیدیم که عملی میشه و میتونم انجامش بدم. انجام شدنیه؟ آره داداش، همین الان با استاد چنگله چک کردم دیگه، گفت 100% عملی. روی یکی از کویلو هم جواب بده کلی جلو میفتیم. ماشه بابا دمتون گرم. خب انجامش بده. میتونیم از همین امروز انجامش بدیم. فقط خانم ارسینی خواستم بگم اینجا وزن گوگرد و اشتباه نوشته بود اینا. جدا؟ بله.
میگم دوش نمیگیری لااقل لباس تو عوض کن. کسی چیزی بهت گفته؟ منتظری کسی چیزی بگه؟ نه نه مال حوصله ندارم بزن مصب مصب کنم شرمنده. برو یه دوش بگیر یکم استراحت کن. من که نموردم هاشم. از کجا میدونی که بابای شاهین نمیخواد رضایت بده؟ گرجی راست میگفت. اگه میخواست رضایت بده به وکیلش خبر میداد. به نظر من داری عجله میکنی. یکم صبور باش. من مطمئنم که رضایتشو کتبی میکنه. بعضی وقتی عزیزشونو از دست میدن عوض میشه. بعضی وقتا هم عوضی میشن. به قول رفیق هم بندیم بر نیاید این دو کار از هیچ فرد. مردی از نامرد، نامردی ز مرد. تو این شاروخ ماجدی رو نمیشناسی. نامردتر از این حرف واسه رضایت بدنی. حالا هم خیالی نی. اگه رضایت ندی یه راهی دیگه پیدا میکنی. درست میشه درش. من میام. بله آرزو خانم. چی؟ جون هاشم راست میگی؟ منه فقط باید این نخواه رو گره بزنی که باز نشه. خود همه دیگر یه کارت درسته چه خب منه خودت درست گری؟ تعریف علکی نکن. میدونم من که به خوبی تو بلد نیستم از تو خرگوش درست کنم. اسبی میگم تو تعارف دارم. از اینجا که اومدم بیرون یه تولد و حسابی واسه میگیرم. آره مثل هر سال. جوابت میاد؟ چی؟ این شال زرشکیه. خودت برام خریدی؟ آره ولی سرت نمی کردی. می گفتی رنگشو دوست ندارم. چطه؟ حتما من میرم زندان تا خوشت بیاد. چه ربطی داره باشه؟ ربط داره دیگه. باشه حالا چون مسخرم کردی خبر مهمه رو خودم بهش میدم. نری قرارشون من بهش میگم. جون هاشم اصلا پولی. بگم. خودم میشم. ببین داشتی تا اومده یه خبری یکی نه تنها کرکو پر خودت میریزه بلکه کرکو پر بقیه زندونی ها میریزه. چی شده؟
پولیو تو تموم کردی؟ نه، اون که کارگاه پولوم شده. چی؟ چیز کی پولوم کرده؟ نه، ردیفه، خودم ردیفشون کنم همیشو. چی میگه هاشم؟ یعنی چی؟ ردیفه دیگه، آرام خانم یه فنی زده که ما سریعتر کار رو تموم میکنیم یه پی کارش، تولید تموم میشه همه چی. مگه نمیگه کارگاه رو پولوم کردن؟ چیزه پولومه، ولی خب ما از دیوار پشتیه میریم بالا، اصلا به پولوم کاری نداریم، دست پولوم نمیذاریم، ما میریم تو کارگاه روشن میکنیم همیشه انجام میدیم. نکنین هاشم، خطریه. ما اومدم یه خبر به تو بدم، یکم لبخند بیاد رو لبات، نه اینکه اخونه این مدلی. حق با شماست، دمتون گرم. فقط نمیخوام بیشتر از این تو درد سر بیفتیم. تو همین الانم کلی گرفتارتون کردم. درد سر چیه داداش من؟ من حاضرم واسه زمین زدن اون ساریخونی سر بشکونم. شما مثل یه خان پاتو میندازی رو پات، تماشا میکنی می دعاش چیکار میکنه. مثل خان این تو خبر مهممون این نبوده. راست میگی بابا، گوجه گوش کن یه دقیقه ببین خانواده چی میگی. خانواده خبر مهممون اینه. این چیه؟ ناقابله، لازمت میشه. روز مرده یا برای تولد هم اونجور بمونه؟ حالا پسند کن. من که کارهای شما دو تا چیزی سر در نمیارم. سه تا نشون دادی، دستتو بیار، دستتو بیار. ات قول میدم این جوراب خودت پای بچت کن.
چه مهربونه، درد منو میدونه، بیوز رو بیبهونه، قصه برام میخونه. گیلاسی به سهراب بگی بابا. خدا خیلی سهراب دوست داره، چون یه رفیقی مثل من داره. تو این شرایطی که نمیتونه بیگناهیشو ثابت کنه، با یه فرشته کوچولو بهش فهمون باید برای آزادیش بجنگه، نباید اینجوری کم بیاره. اما سهراب آزاد شده داره. واقعا؟ اون شاهرخ نامرد اگه بخواد حکم رو اجرا کنه باید به مادرش این دیه بده. خب کفنش کجا بود؟ گورش کجاش باشه؟ گورش کجا بود که کفن داشته بود؟ حالا هرچی، مهم اینه که بالاخره مجبور میشه رضایت بده، همونطوری که اصلی خانم رضایت داد. تمام تمام، این که عالیه. چی؟ کاش همه چی اینه گذشته بود. آره واقعا یکاش همه چی اینه گذشته بود. مثلا اگه قبلا بود، اگه یه کیسه به این سنگینی و بزرگی دست من بود، شما میمدی سریع اینو از من میگرفتی. آره آخه یادش بخیر. ببخشید من واقعا شرمندم، اصلا حواسم نبود، گیج شده بوده. حالا چی هست توش؟ خودت ببین. با اجازه. رقم خانم اینا واسای منه؟ شستیشون؟ چرا اینقدر زحمت کشیدی؟ چون که لباس خود به خود شسته نمیشن آقا هاشم. دیگه سنگمون نکن دیگه، که اینا رو بردی اصلا. فکرم وسایل شخصی خودته. وسایل شخصی خودم؟ مگه دیوونم وسایل شخصمو بریزم تو بخودم بکشونم این برون بر؟ دقیقاً سوال منم همین بود. خودم دیوونه وسایل شخصی تو همین میکنم. دمنوش دمنوش دلبر آبجی نغمه، یه دمنوشی برات درست کردم دلبر. دمنوش دلبر چیه؟ نمیدونی دمنوش دلبر چیه؟ ترکیبیه بابونه، چای سبز، استخود دوست. چی جاله؟ با شما اصلا از کجا یاد گرفتین همه دمنوش مختلف دم کنین؟ نگفتی بهش؟ ننه خدا بیامرز من عطاری داشت. خدا رحمتشون کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. آقا منو میفرستاد دم مغازه، میگفت حواست باشه این ننه چیز اشتباهی به مردم نده. منم با رفیقا میرفتم الواتی، تا برمیگشتم یه دو سه نفری رو فرستاده بود بیمارستان. پس شما این هنر از مادر بزرگت به ارث بردی. آفرین، چقدر خانم، چقدر باشور، چقدر با کمالات. من به اینا میگم دم کردن دمنوش خودش هنره، ولی خب خرچه دارد قیمت نقل و نبات. بچه ها آقا دهشت و خانواده محترم کلوم تو کار هنرم، مخصوصا پدر گرامی. ایشالله با آقا هاشم تشریف بیارید اونجا بگم براتون ساز بزنه. بکنم من دیگه برم. چه اومدنی و چه رفتنی؟ دیگه اومدم لباساتو بدم برم دیگه. داشتی نه به خانم. چی؟ توهین به هنر. توهین چی؟ توهین میخوای بکنی؟
آره دیگه داری به هنرم توهین میکنی. دمنوش نخوردی؟ ترانه نغمه آزادی رو هم نشنیدی؟ باری کرا ترانه نغمه آزادی؟ نغمه چی چی؟ نغمه آزادی بخون. بخونم؟ بخون. میخونم. یه قصه دارم که تلخ دهش، میخوام بدونی که چیه ربطش، میخوام بخونم از درس دلامون، از غصه هامون خون دلامون. ما یه مرغ بودیم توی قفس، نداشتیم تا جون و نفس، بالا شکسته با کلی غم، میخواستن که همه به خط بشن، ولی میخوام اینو الان بدونی، نغمه آزادی رو بخونی. آره نغمه آزادی رو بخونی. آره نغمه آزادی رو بخونی. ولی میخوام الان تو اینو بدونی، تو راه آزادی بمونی، تو راه آزادی بمونی، تو راه آزادی. شما ملاقاتی شاهرخ ماجدی هستی؟ بله. اسمتون؟ هستی، هستی فاخره. بفهمی، بفهمی اتاق ملاقاتی این بره. شوهر بکنه وقتی باد نیست باید بیشتر از حد معمول بود دویی. وقتی هم که باد هست باید حواست باشه باد باد بادک تو نبره، میبره میندازه یه جایی، بعد باید بگردی دنبالش تا پیداش کنی. حالا این آهنگ غمگین رو چرا گوش میدی؟ آدم یاد غم و غصه هاش میافته. ولی ناهنگ همیشه من یاد شما میندازه بابا. یاد من؟ من یاد غمگینم. روزی که برای اولین بار ناهنگ رو با پیانو زدم همش منتظر بودم شما بیاین خونه و گوشش بدیم. من وقتی اومدین اصلا حوصله نداشتین. بعد من کلی اصرار کردم و شما سرم داد زدین گفتین الان وقتش نیست. بزرگتر که شدم فهمیدم درگیر ماجرای مادر سهراب و اون قبر دروغی سهراب بودی. منم ناهنگو از بچگی همینجوری یادم مونده دیگه. آخه شما هیچ وقت سر من داد نمیزدین، اصلا خودتونم تعجب کردید. اما بابا الان میخوام ازتون گله کنم. چرا هیچ وقت سرم داد نمیزدین؟ چرا هیچ وقت من دعوا نمیکردیم؟ چرا اگه اشتباهی میکردم بروم نمیآوردیم؟ چرا گذاشتیم به جایی برسم که اشتباه به این بزرگی کنم که به خودم اجازه بدم اونجوری تو روتون وایسم؟ وقتی همیشه هر اشتباهی میکردم بروم نمیآوردیم، نمیذاشتین اشتباهاتم گردم بگیرم، منم به خودم گفتم تمومه دیگه، میتونم هر کاری که بخوام بکنم. به خودم گفتم میتونم بالاخره راضیتون کنم تا شاهین رو قبول کنم. زود یه چیزی بگم. تو تمام اون مدتی که تو کوه کمر دنبالت میگشتم به یه چیزی ایمان داشتم. این که تو از شاهین نخواستی اون بلا رو سر برادرت بیاره. این که تو به شاهین نگفتی با قاچاقچی از مرز فرار کنید. میدونستم دخترم این کارو نمی کنه. تو فقط میخواستی من ببینمت. بابا نمیدونم حرفم باور میکنین یا نه. من مطمئنم که از یه جایی به بعد دیگه دلم نمیخواست باش برم. اصلا اگه میرفتم دیگه چجوری تو چشماتون نگاه میکردم؟ احساس میکنم اگه میرفتم با آدمی که دوستشون دارم خیانت میکردم. نمیدونم کجا، اما مطمئنم از یه جایی به بعد دیگه دلم نمیخواست باش برم. باد
کودکش رو دوباره انداخت. بالاخره هواش میکنه. الو جانم گرژی. چی؟ ولی آقای نصیری موکل شما همین دو سه روز پیش با خواهر سهراب صحبت کرده، بهش گفته میبخشه، قول رضایت داده بهش. البته شما که استاد منی، خب من بهتر از من بدونی که دو سه روز به این پرونده ها میگه دو سه سال رو داره، همه چی به یه لحظه بنده مفجع هستی که همین دو سه ساعت پیش خانم فاخته به من گفته تا اینکه من احساس رو نگرفتی کار تمین نمیذاری، خبری من بخش تو قول و قرار نبود، گفت یا حکم رو میگیری یا کار رو میسپارم به یه وکیل دیگه. حواتی پوره چرا خود؟ آقا جون شما برای اینکه سنار سشایی بیشتر از موکلت بگیری رفتی نشستی زیر پاش که بیاد رضایتشو پس بگیره، فکر میکنی ما بچه ایم نمیفهمیم اینو؟ آره؟ این خانوم اگر فکر میکرد که پسر من گناهکاره برای چی اومد گفت من میخوام رضایت بدم؟ جناب افشار، من ارزادت دارم خود من، بنده اصلا در جریان رضایت خانوم فاخته نبودم که بخوام نظرشونو برگردونم، متوجه هستین که ایشون امروز به من خبر دادن خوب پیگیر کار پسرشون باشن، اون وقت شما میفرمایید که سه روز پیش به دخترتون قول رضایت داده، اگه خانم فاخته میخواستن رضایت بدن حداقل همه با من مسخرش میکردن، بعد میگفتن و شروع شدن. آ پس مسخره بازیه کلن بابا، پای جون یه جوون این وسطه که بردیدش پای چوبه دار، شما بردید، یه روز میگید میریم رضایت میدیم، یه روز میگید رضایت نمیدیم، یه روز گناهکاره یه روز قاتله، تکلیفتون رو با خودتون معلوم کنید. شما هر داری محبتون های افشار، ولی جناب گوش خیلی سال منو میشه، میدونه من رو تو خونه کسی نمیزنم، من یه وکیلم مفاجه هستیم، فقط و فقط هم بر اساس مدارک مقام مدارک هم امروز علیه پسر شما، این که چی نظر ایشون رو عوض کردم هیچ ربطی به من نداره، به شرف هم بسن هر لحظه که مبرم به شهر با پسر شماست، من خودم شخصا خانم فاخته راضی میکنم که رضایت بدن، راضی هم نشه من بکشم کنار و سلام. ببینین آقای نصیری، من واقعا از شما عذرخواهی میکنم، یه خورده عصبی شدنشون مورد نیست، اون طبیعیه، من حال ایشون رو درک میکنم. به هر حال ممنون از زمانی که گذاشتید. می‌بینم خدا نگهدار. هرچی می‌کشیم از گور این شاروخ بی‌شرفه، از تو زندانم بلکن نیست، می‌خواد به من ضربه بزنه، رفت نشست انقدر زیر پایین زنه زرد زد تا دور رفت که رضایت شو پس. خیلی خوب، خیلی خوب، چیزی نشده که میتونی دوباره باش مذاکره کنی. با کی مذاکره کنیم بابا؟ من میگم شده مهره شاروخ، قرار ملاقات بذار، قرار ملاقات بذار باش. با بابا با همین شاروخ بذار برم ببینم چه مرگش این بیچاره‌ام. خیلی خوب، خیلی خوب. تو رو میبره بازی سرنوشت، یه جا که نمیتونی باور کنی، یه جایی یه دریا رو سر میکشی، یه جایی نمیتونی لب‌تر کنی، نه منطق سرش میشه نه عاشقی، یه وقتایی بی وقت سر میرسه.